با بهترین درودها بر شما هم ارجمندم در همه جای جهان برنامه های خبری تحلیلی امشب سهشنبه در ایران فردا را پی میگیریم با صفحات تازه ای از آخرین خبرهای ایران منطقه و جهان در برنامه شامگاهی صفحه یک همزمان کاوش و خانشی خواهیم داشت بر آخرین و مهمترین منتشره های روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا به روال معمول همه شب نخست مروری کوتاه خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب و عناوین برگزیده امشب اظهارات حسن روحانی و سید حسن خمینی در ادامه نشست سفرا و کارداران جمهوری اسلامی در خارج از کشور با تفقد حسن خمینی از محمد جواد ظریف در برابر حجمه ها تازه ترین اظهار موضع تند و نظامی فرمانده سپاه ایران علیه توافقنامه برجام با توصیف آن به فاز عملیات فتنه چهارم یا فتنه نفوز سرنوشت نامعلوم پرداختی های نفتی از بابک زنجانی و اعلام عدم وصول پول های پرداختی این متهم نفتی موج جدیدی از کشمکش های نگرشی و سیاسی حول موضوع سوریه با اظهار موضع مردان مذاکره در نشست سوریه در وین دورخیز تازه رسانه های نزدیک به نهادهای رهبری علیه مراحل اجرایی برجام با حملات رسانه کیهان و سایر روزنامه های همسو با کیهان و بالاخره با استاب پرتحلیل و تفسیر پیروزی حزب اردوغان در انتخابات ترکیه سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب سهشنبه دوازدهم آبان ماست که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در بخش آغازین برنامه مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند رویداد کوتاه خبری از ایران منطقه و جهان پشت پرده نشست وین با انتشار دو خاطره از سوی دو شخصیت وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از پشت پرده شنیده های درون نشست بر صدر رسانه ها پیشتر حسین امیر عبداللهیان در گفتگوی با تلویزیون عرب زبان العالم که وابسته به جمهوری اسلامی هست از بروز جدال الجبیر با جواد ظریف سخن گفته بود در تازه ترین گزارش ها که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد این بار عباس اراخچی نیز پرده های تازه از نزاع دو وزیر پارسی و عربستان سعودی کنار زد عباس اراخچی که در بخش گفتگوی ویژه شبکه دوی تلویزیون دولتی ایران صحبت کرد گفت که در هشت ساعت بحث های مفصل بین حیعت ها بود و ایران و روسیه و تا حدی چین یک سوی ماجرا و در طرف دیگر دیگر کشورها بودند اراقچی همچنین در این خصوص ادامه داد که کشمکش های زیادی بود و دیالوگ های بین ما و عربستان تا حدودی پرتنش بود و صداها بالا رفت حتی وزرای خارجه یکی از کشورها با عصبانیت اعلام کرد که ظاهرا ما آمدیم که خواستهای ظریف را برآورده کنیم و همه به زم البته عراقچی از آن داشتن که خواسته های آقای ظریف در حال تأمین شدن است در این نشست اعلام شد که کشورهای شرکت کننده در این مذاکرات بر سر آغاز دور تازه از تلاش های بین المللی برای برقراری آتش بست و برگزاری انتخابات تازه در سوریه توافق کردند اما در مورد آینده بشار اسد به توافق نهایی نرسیدند. لازم به توضیح است که به استحضار بینندگان عزیز برسانم پیشتر نیز شخصیتی دیگر از وزارت خارجه حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در خصوص رویارویی ایران و عربستان در این نشست نکاتی را گفته بود از جمله اشاره کرده بود که هیئت ایرانی در این نشست وین تلاش کرد وارد چالش با عربستان نشود و بر روی راه حل سیاسی موضوع سوریه تمرکز کند اما عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان اظهارات مطرح کرد که با واکنش تند ظریف مواجه شد حسین امیر عبداللهیان در این راستا اشاره کرده بود که آقای ظریف در زمان رسمی جلسه یک بار با بی به اظهارات عادل الجبیر و بار دیگر با سراحت اتهامات جبیر رو رد کرد برق میزنم همین موضوع و مضمون رو در روزنامه های تهران در این راستا روزنامه ها نیز به اظهار موزه حسن روحانی در نشست سفرای خارجی اشاره گسترده داشتند از جمله روزنامه اعتماد از اظهارات حسن روحانی با عنوان پیام دیپلماسی روحانی به جهان یاد کرد دیگر روزنامه ها نیز از ضرورت تعامل در دیپلماسی به نقل از روحانی نوشته بودند در حالی که شخص حسن روحانی نیز به عنوان رئیس جمهور وارد این تنش های لفظی و دیپلماتیک شد و به وزیر خارجه عربستان یک نقد نرمی کرد بدون ذکر نام البته بنابر گزارش ها حسن روحانی در اشاره ای به عادل الجبر وزیر خارجه عربستان که پس از کنفرانس وین به سیاست های ایران در منطقه انتقاد داشت ایشان را متهم به درشت در برابر بزرگان کرد حسن روحانی در همایش سفرا رؤسای دفاتر و نمایندگی های جمهوری اسلامی در سخنانی از جمله درباره نقش عربستان سعودی در منطقه گفت که جوانان کم تجربه در یکی از کشورهای منطقه با درشتگویی در برابر بزرگان به جایی نخواهند رسید که حتما ولی فقیه در جمهوری اسلامی رو مستاق بزرگان برشمرد در این راستا خبرگزاری رویترز نیز اشاره ایشان را به عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان دانست که البته خیلی هم جوان نیست چرا که ایشان بیش از پنجاه سال سن دارد و در سال جاری پس از مرگ سعود الفیصل وزیر خارجه 75 ساله کشور پادشاهی عربستان جای وی را گرفت. خبرها حول موضوع سوریه ادامه می دهیم با تازه ترین اظهار موضع باراک اوباما در خصوص اعزام سربازان این کشور به خط مقدم مبارزه با داعش که البته گفت که به خط مقدم نمیفرستیم. رئیس جمهور یارات متحده می گوید هدف از اعزام مستشاران نظامی به سوریه کلمه است که هم جمهوری اسلامی به کار میبرد و هم امریکا به عنوان مستشار نظامی برخلاف وعده ایشان برای وارد نشدن به جنگ زمینی در آن کشور نیست و این نیروها قرار نیست مستقیما وارد نبردهای خط مقدم علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش شوند باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز 11 همه آبان ماه با شرکت در برنامه خبرهای شبانه ان بی سی برای نخستین بار در مورد برنامه تازه اعلام شده واشنگتن در سوریه اظهار نظر کرده بود و سخنگوی کاخ سفید نیز 8 همه آبان ماه از طرح اعزام مستشاران ارتش آمریکا به شمال سوریه برای کمک به اعتلاف علیه گروه داعشی خبر داده بود باراک اوباما گفت که یادتان نرود که ما پیشتر هم عملیات ویژه انجام داده ایم و این در واقع دنباله چیزی است که در حال انجام دادن آن هستیم رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ادامه داده بود که ارتش آمریکا را در خط مقدم های مستقیم با داعش قرار نمی دهیم به گفته ایشان بر عهدی که در مورد وارد نشدن به نبردهای سوریه داده ام استوار هستند چرا که این مشکلی را حل نمی کنن. در این راستا نیز روزنامه های تهران نکات و مطالبی داشتند روزنامه شرق یاد داشته اصلی صفحه یک شماره امروز رو به تجزیه و تحلیل علمی چگونگی برخورد دو قطب قدرت جهانی با پدیده سوریه پرداخت و در نوشتاری با عنوان رویکرد علمی در موضوع سوریه به قلم رضا نصری عضو مؤسسه مطالعات عالی بین ژنو به واکاوی تا حدودی آلمانه موضوع و بحران سوریه پرداخته بود این نویسنده ضمن اشاره به این نکته که در مواجهه با بحران سوریه دو رویکرد متضاد یعنی یه طرف روی کرد ایران روسیه و در سوی دیگر روی کرده آمریکا عربستان در رسانه ها مطرح است تلاش کرد که نقش این دو روی, این دو روی کرد را با معلفه های علمی و پژوهش های آکادمی که در زمینه مذاکرات صلح و مقوله صلح سازی صورت گرفته و سازگارتر است بررسی کند می توان گفت نوشتاری اندیشمندانه و هوشمندانه بود و تا پایان مقاله نیز به عنوان یک شخصیت آکادمیک و محقق علمی از اظهار موضع سریح و جهتگیرانه به نفع هیچ گروهی پرهیز کرد و بدون جانبداری مشخص از هر یک از دو قطب صاحب نفع جهانی در قبال سوریه کشید مدل های پیشینی جهان غرب و آمریکا در سایر کشورهایی که با بحران های مشابه سوریه همچون کشورهای رواندا، اوگاندا، سیرالئون، موزامبیک و چند کشور دیگر مواجه بودند. نتیجه می گرفت که همواره غرب در چنین مدل‌هایی با مدلی از جامعه مدنی بعد دموکراسی زودرس و آزادسازی عجولانه اقتصاد به قطبندی قومیتی در این کشورها کوشید و بدین روی شیوه برخورد مشابه در سوریه نتیجه مبتنی بر آموزه‌های های نخواهد داشت به نحوی از آنها کشیده بود که گزاره روس و جمهوری اسلامی رو به تعبیری بر بکشد خبرها و نظرها را با چند خبر کوتاه داخلی از ایران همزمان با دیدگاه های منتشر در روزنامه های پرشمارگان کشور پی میگیریم همانگونه که در صدر خبرها نیز اشاره شده بود اظهار موزه فرمانده سپاه نیز در سطح وسیعی باستاب یافت اظهار موزه تند و ضد برجامی فرمانده سپاه پاسداران از جمله موضوعاتی مهمی بود که مورد توجه های بیشماری قرار گرفت در حالی که تمام تلاش کابینه روحانی برای به نحوی از آنها تنش زدائی در عرصه سیاست خارجی هست کماکان در سوی دیگر مردان منتصب به خامنه ای همچون خود وی بر تبل جنگ و برهم زدن معادلات منطقی و منطقی میکوبند در این میان از جمله روزنامه جوان ارگان سپاه پاسداران و رسانه این نهاد نظامی تریبون رسمی این نهاد نظامی به نقل از سرلشکر جعفری فرمانده سپاه پاسداران از فتنه نفوذ داده سخن سر داد بنابر گزارش برخی از روزنامه ها از جمله جوان و خبرگزاری فارس که آن هم وابسته به سپاه محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاستاران با هشدار در مورد فتنه ای که به زعم وی از پس از برجام شروع خواهد شد پیش کرد که این فتنه طولانی باشد و چند سال طول بکشد سرلشکر جعفری دوشنبه 11 آبان ماه یعنی دیروز در نخستین گرد همایی ضد آمریکایی پس از توافق گفت که اگر این باور در فکر مردم ایجاد شود که در مسئله هسته ای توافق شد پس در مسائل دیگر هم می شود توافق کرد این یک خطر و فتنه است آقای جعفری هشدار داد که در فضای جدید نگاه و گرایش برخی مسئولین به سمت اطمینان به غرب و لیبرالیزم است ایشان افزود در همین راستا نگاهی وجود دارد که معتقد است در موضوعات دیگر هم باید با آمریکایی ها مذاکره کنیم و به زمع وی حضرت آقا منظور آیت الله علی خامنه ای این موضوع را تهدید میدانند به گزارش روزنامه های چاپ تهران این مقام ارشد نظامی نزدیک به علی خامنه بار دیگر بر حمایت همه جانبش از بشار اسد نیز خودکامه سوری دفاع کرد و گفت برخی متوجه نیستند و میگویند حالا بشار نباشد یه نفر دیگر محمد علی جعفری با ذکر اینکه مقاومت در سوریه به اسد وابسته است و اکثریت مردم سوریه طرفدار اسد هستند هشدار داد بعد از او کسی را در آنجا سراغ نداریم که نوعی اظهار یأس و ناامیدی بود از شکست تلاش های جمهوری اسلامی در سه منطقه ای. جدال نفتی بابک زنجانی و بانک مرکزی حول اعلام وصول و یا عدم وصول پولهای واریزی نیز از جمله موضوعات مهمی بود که روزنامه های امروز تهران به انتشار آن پرداختند از جمله روزنامه قانون در گزارش اصلی شماره امروز با عنوان بانک یا بابک کدام مقصرند از چند جنبه به تحلیل این موضوع که در واقع ظهور مدل جدیدی از سرقت و فساد از زندانهای تحت کنترل قوه قضاییه است پرداخته بود از جمله روزنامه قانون با اشاره به تازه ترین دفاع جنجالی بابک زنجانی که, که گویا گفته بود در بانک مسکن یک میلیارد یورو به مدت هشت ماه پول واریز کرده بودم و در بانک توسعه هم پنج میلیارد یورو سپورت گذاری داشتم حالا میگویند این پولها ها ندارد و بانک مسکن به راحتی پول من را برداشته است چرا فکر میکنید دولت قبل هر کاری کرده بی سواد بودند و دولت جدید همه دکتر و مهندسند و با این بخش از اظهارات بابک زنجانی قانون نتیجه گرفت که بابک زنجانی نخبه اقتصادی نیست اما هوش کافی برای انجام یک مأموریت خاص را دارد که چندین نهاد را با هم درگیر کند دست به یارگیری بزند و زمان بخرد و وقت کشی کند قانون از جمله در ادامه نوشتار نوشت او طی این مدت نشان داده که قاعده بازی را نیز خوب بلد است و میداند چگونه مسیر وارسی پرونده را طولانی منحرف و افراد و نهادهای بیشتری را درگیر کند به عنوان مثال به نظر می رسد در جریان دادگاه و برای قربانی جلوه دادن خود و دادن رنگ و بوی سیاسی به دادگاهی شدنش با اشاره به فردی که بیش از 5 میلیارد یورو بدهی نفتی دارد قصد دارد وزارت را نیز درگیر و وارد بازی کند در واقع با این روش میخواهد پشتیبانانی از مخالفان دولت برای خود ایجاد کند و فرصت جدید حمله به دولت را برای آنان فراهم کند به عبارت دیگر روزنامه قانون می نوشت میخواهد در این روند یارگیری کند تا تنها نباشد تماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید از تلویزیون ایران فردا در برنامه امشب سهشنبه دوازده آبان ماه ایرانی اجرای برجم و موج جدیدی از حجمه ها از جمله موضوعاتی است که در جناح تونرو و پایگاه اصولگرایان باستاب گسترده تری داشت از جمله روزنامه کیهان و به نهاد رهبری ایران مطلب اصلی شماره امروز را با نهیبی تند به دولتی ها بست که چرا میخواهید برجام را اجرا کنید و با این عنوان راهی پیشخان نشریات شهر شد کیهان در بخشی از مطلب اصلی خود که با عنوان آغاز عملیات اجرای برجام با کدامین تضمین کتبی منتشر کرده بود نوشت اقدام توأم با تعجیل دولت در حالی است که هنوز هیچ تضمین کتبی از سوی رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر لغو کامل تحریم ها صورت نگرفته است و از سوی دیگر تضمین های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف های مقابل نیز از سوی دولت ایران تدارک دیده نشده است بنابر نویسنده گزارش روزنامه کیهان در واقع این گونه می اندیشید که اجرایی شدن برجام مستلزم تضمین های قوی و کافی و از جمله اعلام کتبی رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم هاست و عدم وصول تضمین کتبی از بالاترین مقام سیاسی این کشور مبنی بر رفع تحریم ها میتواند در آینده نزدیک به زمه کیهان نشینان به دردسرهای جدی منجر شود. برق میزنن با روزنامه های دیگر و در م... کمپ دیگر این در حالی است که در واقع در سوی دیگر ماجرا روزنامه نزدیک به دولت از جمله ایران ارگان دولت در ستون اول دفتر خود که عمدتا دیدگاه های دولت را نیز منعکس می کند به قلم حشمت فلاحت پیشه کارشناس بینال با عنوان فصل الخطاب برجام کوشید تا به حجمه های جناهای تون رو پاسخ دهد ایران از جمله در این یادداشت با اشاره به اظهارات رهبری ایران از آن به عنوان نقطه پایانی بر اختلاف نظرها و موضع های داخلی نسبت به تیم اجرایی سیاست خارجه کشور با هدف زمین سازی برای اجرای قدرت مند برجام یاد کرد. فصل الخطابی که به زمین روزنامه ایران در زمینه مباحث مربوط به مذاکرات هسته ای که باید به همه مباحث و انتقادات یکسویه و فضا علیه تیم مذاکره کننده پایان بخشد برق میزنیم با روزنامه های دیگر و موضوعات برگزیده دیگر اردوغان و ترکیه تنها یک روز پس از اعلام نهایی نتایج انتخابات در این کشور امروز مورد توجه گسترده برخی از روزنامه ها واقع شدند ضمن آنکه کماکان روزنامه های اصلی در تهران از اظهار موضع سریح و شفاف خود در واقع خودداری کردهاند بین حیرت و شک از یک سو و کمی آزردگی از نتیجه پیروزی این رقیب و بدیل اسلام رحمانی در همسایگیشان در سوی دیگر که در واقع در سکوی سکوت نظاره گرن. با این وصف در این میان روزنامه هایی که به نشر موضوع پرداختن عمدتا با نیش و کنایه بوده لازم است به این موضوع نیز اشاره کنم که عمدتا روزنامه های اقتصادی به این جریان پرداخته بودند الا ایحال حال از جمله روزنامه جهان اقتصاد نیم صفحه اصلی را با تصویری از رجب طیب اردوغان آراست و با کلماتی مفهومی و معنادار همچون فاتح و یا امپراتوری و عثمانی کشیده بود نوعی اقتدارگرایی این شخصیت با منطقه را به ذهن خوانندگان متبادر کند همان گونه که می‌بینید این روزنامه نوشت حزب عدالت و توسعه اردوغان فاتح انتخابات پارلمانی ترکیه شد تداوم رؤیای امپراتوری روزنامه تجارت اما دیگر روزنامه اقتصادی با مضمون صرف اقتصادی به این موضوع نگاه کرد و خبر از جهش لیر با پیروزی حزب عدالت و توسعه داد و یا دیگر روزنامه روزنامه ستاره صبح نوشت که ترکیه برای چهارمین بار در دستان اردوغان که یادآور تیتر تعن آمیزه برخی از روزنامه های منتشره در خود آنکارا طی دو روز گذشته بوده از جمله روزنامه زمان روزنامه منتقد حزب اردوغان که دیروز تیت زده بود که بازگشت به خانه اول که در واقع به نحوی بوی نقد از پیروزی این حزب به مشام می رسید و یا مدلی از ارتجاع را به ذهن متبادر می کرد. روزنامه مردم سالاری نیز تیتر اصلی شماره امروز را صرفاً به یک کاریکاتوری از رجب طیب اردوغان آراست همان گونه که می‌بینید رجب طیب اردوغان رو به تصویر میکشد که در رویای احیای امپراتوری عثمانی در منطقه است او با لباس و دستار عهد عثمانی در کنار پرچم ترکیه به افق پیشرو میاندیشد و در وقت باقی مانده با مطلب و موضوعی دیگر از سایر روزنامه ها بردم ها رو پی میگیریم هماغوشی و همنشینی حسن خمینی با محمد جواد ظریف در صدر صفحات نخست بیشتر روزنامه های امروز تهران جای گرفت خاص روزنامه های اصلاح طلب یا موسم به تحول خواهن. که البته همه با تفقد حسن خمینی روحانی میان سال محبوب محافل اصلاحات همراه بوده تا حدودی همه این چینش ها و هماغوشی ها نیز رنگ و بوی نرمی از رقابت های انتخاباتی پیشا ها هنگام دارد از جمله روزنامه آرمان به نقل از حسن خمینی خطاب به ظریف میگوید که کار بزرگ سختی های خود را دارد و به ایشان دلداری می دهد که تهمت و حجمه ها را به دل نگیرید و همینطور روزنامه ای آفتابه است که همین نصیحت و پند را از زبان حسن خمینی به ظریف می دهد. آقای ظریف حجمه ها را به دل نگیرید وقت امشب برنامه شامگاهی صفحه یک نیز در همین مقال و مجال به پایان رسید بیننده ی ادامه برنامه خبری تحلیلی از جمله آن سوی خبر باشید که با تازه ترین خبرها و گزارش ها از چهار گوشه جهان بلافاصله پس از صفحه یک پخش خواهد شد تا آنگاه شامگاه قشنگ و خوش بدرود